آرمان اصلی دکتر مصدق با قبول نخست وزیری همون آرمان‌های مشروطیت بود. یعنی بر دو چیز تکیه داشت: استقلال مملکت و دموکراسی در داخل مملکت. و که خود مصدق این رو اون موقع به تعبیر حاکمیت ملی بود، ملی شدن صنعت نفت هم از این دیدگاه تعریف می‌کرد و تمام در دادگاه بین‌المللی بر این اساس تکیه کرد که ما حاکمیت ملی رو باید دولت‌ها محترم بشمارن و رفرانس میداد دولت انگلیس به دولت انگلیس رو به ملی کردن خود صنایع کارگری، صنایع مثل راهن و در خود انگلیس و در خود آمریکا و حتی در مکزیک راجع به ملی شدن نفت و اینا. بنابراین این دوتا آرمان دکتر مصدق بود و تمام کارهایی هم که کرد، من تحریرت میکنم از حرفای آقای بایندور راجع به دادگستری، دادگستری یکی از مستقلترین دوران اصلاحات مصدق، یعنی دادگستری رو به دادگستری برگردوند، یعنی استقلال قضات رو که قبلا دچار اخلال شده بود اینو دو مرتبه با قوانین دادگستری درست کرد. بله، لایحه استقلال کانون وکلا در دوره دکتر مصدق بود که تصویب شد. دادگستری هم همینطور شد. دادگستری هم همینطور بود. اما اگر به اون بحث اولیه آقای بایندور برگردیم، آیا ملی شدن صنعت نفت در اون مقطع واقع بینانه است یا نه، این رو نظرتون چه است؟ ببینید اگر ما بخوام ببینیم یه چیزی واقع بینانه، واقع بینانه یعنی اگر به اون معنی باشه که حتما انجام میشه، واقع بینانه بود. یعنی من اینجا رفرانس میدم به جمله ای که خود آقای زیرکزاده در کتابش نوشته، آقای حسن زیرکزاده از مشاوران دکتر، مشاوران دکتر مصدق، از مشاوران دکتر مصدق، از نمایندگان مجلس اون موقع، بله، و از رهبران حزب ایران. میگه موقعی که مسئله نفت رو ما میخواستیم طرح بکنیم که به عنوان اولین وزیر که به شاه معرفی میشن، شاه از آقای زیرکزاده میپرسه که شما قادرید مسئله رو نفت رو ملی بکنید؟ آقای زیرکزاده جواب میده اگر پشتیبانی اعلیحضرت باشه 100%. میگه من اینو به عنوان تملق نگفتم، برای اینکه واقعیت گفتم. یعنی اگر شاه مملکت و نخست وزیر مملکت در اینجا همراهی هم دیگه بکنند، مسلم نفت رو میتونم ملی بکنم. برابر این واقع بینانه بود. حالا اگر شاه مخالف بوده و واقعیت میکردی که نه من موافق هستم، یه بحث دیگه است. بنابراین اینجا ما اصلی شکست اصلی اولیه دکتر مصدق رو در اون زمانی که می‌بینیم، عدم توافق دربار و مصدق بود که بسیاری از این کسانی که برای مصدق توطئه می‌کردند محلشون در دربار بود و به اونجا راه پیدا می‌کردند. بله، و این بود که نتونست موفق بشه. و یه چیز دیگه، مصدق یه کاری بسیار دیگه می‌کرد، مسئله که الان ما صحبتش بود چند دقیقه اینجا، مسئله اتنسیون بود، که یعنی مصدق مسئله اتنسیون درست در قانون مشروطیت به وجود اومده بود، ولی مصدق اولین دولتی بود که تونست مردم رو به حرکت در بیاره، یعنی یک رابطه بین دولت و ملت به وجود بیاره. و پشتیبانی مصدق هم در تمام مبارزاتش افکار عمومی بود. معادل فارسی اتنسیون رو در این برنامه چی میتونیم بگیم؟ دولت ملت. بله، دولت ملت، یعنی یک محوری هست که به عبارت دیگه شما معتقد هستید که مفهوم واقعی دولت ملی ملت در زمان مصدق به وجود اومد. از این جهت هم بود که مصدق هر مسئله رو که داشت علاوه بر خود راههای قانونی میکرد، اینو مستقیما از رادیو با مردم در تماس میذاشت. بله، و تمام مذاکراتی هم که میکرد با خارجی ها اینو جزئیاتش میگفت، به طوری که بعد از مصدق هیچ چیز مخفی که بعدا کشف بشه که مصدق اینو گفته و اینو گفته نبود. نه. خیلی کوتاه آقای بایندور، قبل از اینکه به پنل دو بریم، فکر میکنید اینها قانع کننده هست، چیزهایی که آقای زلنور گفتن در جواب به اون در واقع انتقادایی که شما بیان کردید از کارنامه دکتر مصدق؟ والا بنده مطالعاتی که راجع به این مطلب کردم بر اساس اسناد بایگانی های وزارت های خارجه انگلیس و امریکا بوده، یعنی مطلب رو به صورت احساسی هیچ وقت نگاه نکردم، احساسات شخصی خود رو هم دارم ولی اونا رو کنار گذاشتم. بر اون اساس اگر نگاه بکنیم، بنده تصور نمی کنم که علت شکست دولت دکتر مصدق مثلا توطئه هایی بود که در دربار می شد، یعنی از طرف شاه می شد. در حقیقت اسناد وزارت خارجه امریکا درست برعکس اینو نشون میده، به این معنا که در دو برهه خیلی حساس وقتی که انگلیس، سفرای انگلیس و امریکا رفتند
موقع تشکیل مجلس 17 هم و به شاه فشار می آوردن در اون موقع که وقتی مجلس تشکیل میشه شما دیگه مصدق رو تعیین نکن به عنوان نخست وزیر و کاری نکن که مجلس به او رأی تمایل بده و همه خیال میکردن کار تمومه تا اینکه وقتی سر بزنگاه که رسید درست برعکسش رو کرد نماینده هاش رو آقای هومان و امام جمعه رو فرستاد به مجلس سنا به مجلس شورای ملی و به نماینده هم گفت آقا به مصدق رأی بدید رأی تمایل مصدق رو با تمام توته هایی که کاردار انگلیس میدلتون کرده بود و هندرسون که با اون شریک شده بود ممانعت کرد دو ماه فقط قبل از 28 مرداد وقتی که برنامه آژاکس شروع شد هندرسون کودتا برنامه بله کودتای توته بله. کودتای انگلیس و امریکا برای سرنگونی دولت مصدق اینا میخواستن که شاه رو با خودشون همراه کنن آقای هندرسون رفت در ملاقات با شاه گفت ما پیشنهاد میکنیم که شما تیمسار زاهدی رو انتخاب بکنید در اسناد وزارت خارجه امریکا این مطلب کاملا روشنه شاه موافق نبود با این مطلب ولی این مطلب مهمی نیست به خودی خود چیزی که مهمه این است که بش در اون لحظه به هندرسون میگه آقا کسی که میتونه مسئله نفت رو حل کنه همون دکتر مصدقه خواهش من این است که شما کمک مالی بکنید به حکومت مصدق برای اینکه مصدق بتونه این کار رو تموم کنه این سند واقعیت بله شما با آوردن این اسناد در کتابتون بعد نتیجه گیری کردید که دکتر مصدق خودش با اقداماتش باعث شد که دربار بیشتر و بیشتر رانده بشه به سمت مخالفت با جنبش و در این حال آمریکا هم بپیونده به انگلیس در طرح کودتا میخوام ببینم آقای ذوالنور خیلی کوتاه به شما میایم این اتهام رو میپذیرن چنین در واقع انتقادی رو اگر بگیم میپذیرن یکی مسئله انگلیسه انگلیس از روز اولی که دکتر مصدق اومد از موقعی که دولت محافظه‌کار اومد سر کار تصمیم داشت مصدق رو به هر عنوان ساقط بکنه به طور مثال میگه تا از موقعی هم که باز دولت انگلیس دولت کارگری اینجا بود اینم مردد بودن و چی کار بکنن نمیدونستن از اینجا دولت کارگری هم میخواست از روز اول مصدق را ساقط خیلی خوب بسیار خوب بنابراین میخواستن از اینجا شروع کردن به من چت باس فرستادن تحلیل کردن و تمام این چیزها و خیال میکردن که اصلا مصدق از این چیزها خواهد ترسید و کنار میکشه حتی شپرد سفیر انگلیس در ایران میگفت که نباید به مصدق کمک کرد تا یک روز مجبور بشه تا با عبارات توهین‌آمیز نسبت به ایرانی‌ها مطرح می‌کردن که مصدق سینه‌خیز بیاد تقاضای کمک بکنه از ما بله و یه چیز دیگه باز بگم در همون زمانی که باز انگلیس بود موقعی که استوکس اومد ایران رفت پیش شاه و مثل که از شاه مثل که خیلی هم خودمونی گفته بود آقا شما چیز بکنید یعنی راجع به خلع مصدق و اینا به خلاصه ماجراش با مصدق صحبت گزارش مصدق و استوکس به شاه گزارش میده استوکس نماینده مردار سلطنتی انگلستان بله. به همراه هاریمن اومده بود بله. و شاه حیرت انگیز اینه که شاه به استوکس میگه فشارتون رو بر مصدق زیاد بکنید منتها راجع به این اختلافات دربار و مصدق و اینا از اول وجود داشته یعنی نبوده خود ممکن خود شاه با حالت با از نظر حالت روانی و روحی که همیشه با این درگیری ها بیم داشته و سعی میکرد درگیر نشه و به اصطلاح خود ملایم باشه ولی خواهر شاه ولایت اشرف شدیداً فعال بود و وزیر دربار البته بله. اجازه بدید در همین دیگه میگم بله. صحبتم تموم میکنم بعدم ملاها اونام از طرفای اعلیحضرت بودن که فعالیت میکردن و با هم رابطه داشتن بله به نقش روحانیون بلند مرتبه هم میرسیم که بله. هرچه بیشتر از آغاز جنبش ملی کردن نفت فاصله میگیریم بیشتر متمایل میشن به سلطنت بله. ولی تا به اونجا برسیم اجازه بدید به مخاطبانتون بریم خانم اقمی ها ببینیم چه سوالی دارن با توجه به همه این شرایط پیچیده‌ای که تو اون دوره بود برای ملی کردن نفت برای شروع یه همچین حرکتی
چقدر منافع اقتصادی داشت برای ایران اون موقع و چقدر منافع سیاسی اجتماعی داشت، چقدر از نظر اقتصادی برای ما حالا یا تو اون موقع یا توی آینده نچندان دور مثلا برای ما مهم بود که نفت و ملی کنیم و چقدر مسئله غرور ملی و حالا قدرت سیاسی دکتر مصدق یا حکومت ملی که شما مطرح میکنیم بحث بود، مطرح بود مسئله ملی شدن نفت؟ هم مسئله مالی بود، هم مسئله اقتصادی بود، هم مسئله سیاسی بود. مسئله سیاسی از این نظر مهمه که بدون مسئله سیاسی در آمده به امریکا هرچی باشه صرف از اینهایی میشه که هیچ کس نمیدونی چیه. همینجوری که الان میلیاردها دلار اومده پول توی امریکا، میبینید که معلوم نیست کجا و صرف بدبختی مردم میشه به اصطلاح درست برعکس میشه. از این جهت مصدق برداشتش نظر داشت و یه مسئله دیگه هم وجود داشت. شرکت نفت محلی بود که پول داشت، پول ایران دست شرکت نفت بود، هر موقعی که میخواست ترمز میکرد، هر موقعی که میخواست پول میداد به هر زمینه. یعنی عاملی بود برای کنترل صحنه سیاسی بود. مثلا فرض کن حتی برمیگردم به زمان رضا شاه، برای که رضا شاه رو وادار بکنن که این قرارداد نفت رو باطل اعلام بکنه، اومدن گفتن شرکت درآمدی نداشته، این مدت پولش ندادن و این یه پروووکاسیون بود که الان نقل قول هایی رو میدونیم از تمام رهبران نهضت ملی قبل از ملی شدن صنعت نفت که علنا اعلام میکردن که هیچ هدف اقتصادی در این کار نیست. مشهورترین شاید نقل قول آقای بقایی بود که میگفت کاش یک بمب اتم بزنن نفت از بین بره اگه قرار ملی نباشه. قرار بود ملی شدن صنعت نفت قدم اول باشه برای همون آرمان هایی که شما قبلا اشاره کردید تو اول صحبتتون. همشون نقل قول داریم که این مسئله اقتصادی نبودش و پیشنهادهایی هم که مصدق رد کرد بعدها، معروفترینش و بهترینش پیشنهاد بانک جهانی، از لحاظ مالی بسیار به نفع ایران بود به خاطر اون آرمان غایی بود که رد شدش. اول که اون هر کسی از مسئول یعنی که رهبرای بعضی رهبرای جبهه ملی چنین میگفتن، بعضی دیگه هم چیز دیگه میگفتن. این هر دو تا هم مسئله مالی برایشون مطرح بود و هم مسئله سیاسی. مسئله سیاسی البته بیشتر اهمیت داشت برای که استقلال مملکت بود، برای آزادی مردم بود و دموکراسی بود که وجود داشت و وجود میبایست داشته باشه. این بنابراین بود سیاسیش، چون که همینطور هم که قبلا اشاره کردم مصدق خودش هم بارها و بارها میگفت که جنبش ملی شدن نفت یعنی استقرار کامل جنبش مشروطیت. حالا اینو میذارم کنار و راجع به این مسئله و مسئله مالی مسلمه یه مسئله مالی اهمیت داشت. حالا بهترینه یا چیز چه بدترین بود؟ یه قانونی بود به نام قانون نهمادهی از مجلس گذشته بود و به این قانون نهمادهی قانون منجده بانک جهانی به اصطلاح که میخواست این رو به نیابت کی میخواست انجام بده بحث بود. اولا مصدق روی تمام موادش قبول کرد و قبول اون به معنای این بود که قانون ملی شدن نفت رو برای یه مدتی ساکت بذاریم، مسکوت بذاریم. چنین چیز غیر قابل بود برای مصدق و میدونست اگر اینم مسکوت بذاره چنین چیزی دیگه یعنی شما این مسئله که ملی کردید برای 2 سال یا 3 سال یا 4 سال مسکوت بمونید. شما جوابتون چه هست آقای بایندر؟ اصولاً حاصل اقتصادی، اجازه بدید روی اقتصادیش متمرکز شیم، حاصل اقتصادی جنبش ملی شدن نفت چی بود؟ والا به نظر من اصولا بحث رو باید آورد در یک سطح فاکتا، در سطح در حقیقت مطالبی که مستند هست به چیزهایی که نمیشه منکرش شد. اگر بحث رو در اون سطح بذاریم به نظر من کار همگی آسان تر خواهد شد. اون چی که مسلمه وقتی که مصدق مسئله ملی شدن رو مطرح کرد به نتایج اقتصادیش هم نظر داشت و حتی تصور این بود که بعد از اینکه قانون ملی شدن نفت به مرحله اجرا در اومد و خلع ید انجام شد، شرکت‌های نفتی دیگر دنیا اونها میان جلوی آبادان صف میکشن و میان نفت ایران رو میخرن. این یکی از اشتباهات بود، یکی از برآوردهایی که من میگفتم که لغزش پیش اومد، یکیش این بود. ارتباط بین شرکت‌های بزرگ نفتی که بهشون هفت خواهر میگفتن، این درست تشخیص داده نشد از طرف متخصصین نفتی ایران. نتیجه این شد که بلافاصله انگلیس اومد اولا تحریم کرد، یعنی قانون اعلان کرد که هر کس نفت ایران رو بخره میکشیمش به دادگاه.
اومد نیروی دریاییشو فرستاد محاصره دریایی کرد و شرکت‌های نفتی دیگر دنیا که ما منتظر بودیم بیان نفت ما رو بخرن گفتن ما نه فقط نفت شما رو نمی‌خریم بلکه به شما کارشناس که بیاد جانشین کارشناس های انگلیسی بشه به اونها هم نمیدیم و نفتکش هم در اختیارتون نمیذاریم و دولت ترومن هم گفتش که ما این شرکت های نفتی خودمون رو مشمول قانون در حقیقت ضد انحصار که اون موقع در امریکا وجود داشت نخواهیم کرد یعنی یک امتیازی بود به انگلیس که دست شرکت ها رو باز بزنید بذارید در همین حد در واقع به قول ایشون فاکت ها یا شواهد تاریخی بمونیم این نقطه مهمیه